سلام به همه دوستای عزیز. قبل از اینکه برنامه رو معرفی کنم، خیلی خوشحالم از اینکه الهه برگشت، از اینکه دیگه تنهایی میخواستم اجرا کنم، نگران بودم. خیلی خوشحالم که دوست عزیزم حالش خوب شده و برگشته. منم سلام میکنم خدمتتون، امیدوارم که حالتون خوش باشه. دلم براتون تنگ شده بود و امروز با یه سری خبرای داغ در خدمتتون هستیم. همونطور که اکثر شما هم باید بدونین، این لنزای مختلفی که تو همه جای دنیا میبینیم و داره به جای عینک استفاده میشه، خب کار رو خیلی ساده کرده و طرفدار هم داره بسیار زیاد. البته جنبه زیبایی هم دارن. فقط یه عیب کوچیک هم این وسط هست که به هر حال یک تاریخ مصرفی دارن و باید عوض بشن. لنزایی که تو کل دنیا دور انداخته میشه انقدر زیاد شده که یه مشکلی برای محیط زیست شده، چون این لنزها یه تیکه‌ای کوچیک که تجزیه شدن میره توی محیط‌های آبی و خطرناکه، چرا که موجودات دریایی اون تیکه‌ای ریز رو میخورن و با غذا اشتباه میگیرن. آره، این اصلا خیلی تاکید دارن چیزای خیلی کوچولو ریسک تو آب میفته، اینا واقعا اشتباه میگیرن ماهیا و میخورن و بیچاره ناکود میشن. این مشکل فقط مربوط به آبها نیست، شاید باورتون نشه، اما هر سال همین لنزهای چشمی باعث مرگ خیلی از پرنده ها میشن. توی تحقیقاتی که کردن معلوم شده 90% مرغای دریایی و خیلی از پرنده های دیگه حالا توی بدنشون پلاستیکه و این ذرات پلاستیک باعث مرگشون میشه. بعد هم این پلاستیک های ریز میان توی زنجیره غذایی ما و در نهایت ما میمونیم و کلی مریضی و مشکل و زمین پر از زباله دقیقا به ما منتقل میشه. یه چیزی بگم یه ذره ترسناک، سال 2022 یه تحقیقی کردن و معلوم شده آدم ها هر هفته ناخواسته تا 5 گرم پلاستیک، ببین 5 گرم پلاستیک چیز کمی نیستش، مصرف میکنن. یعنی ما همینطور داریم پلاستیک میخوریم و نمیفهمیم. مثلا اگه بخوایم اندازشو مثلا بگیم و اندازشو بگیریم، تقریبا فکر کنم میشه اندازه یه دونه کارت اعتباری میشه. خیلی عجیب و غریبه. بریم ادامهش گوش کنیم. ما آدم ها سال هاست که انواع پلاستیک رو وارد زندگیمون کردیم تا راحت تر زندگی کنیم. اما بحث میکروپلاستیک ها و اثراتشون تازگی ها سر زبون ها افتاده. میکروپلاستیک ها ذرات خیلی ریز پلاستیکی هن. خوبه بدونین 60% از 10 میلیارد تن پلاستیکی که تا حالا تولید شده هنوز به صورت زباله باقی مونده. یعنی تا الان فقط 40% پلاستیک روی زمین بازیافت شده و این تأثیر خیلی بدی روی حیات وحش میذاره. البته توی این موضوع اختلاف نظر زیاده و بعضی از دانشمندانی که در حال تحقیق هستن میگن تا حالا مورد پرخطری برای استفاده پیدا نکردن. بیشتر از 140 میلیون نفر توی دنیا از لنز استفاده میکنن. توی مطالعه‌ای که توسط انجمن شیمی آمریکا منتشر شده گفته شده که لنزهایی که مثلا برای مدت 10 ساعت توی روز استفاده میشن میتونن سالانه بیشتر از 90,000 ذره میکروپلاستیک از خودشون آزاد کنن و این میتونه خطرناک باشه، چون این ذرات توی خون باقی میمونن، وارد اندام ها میشن و حتی روی جنین میتونن تأثیر بذارن و اونو آلوده کنن. به نظرم این تحقیقات باید قبل از اینکه زندگی مردم واقعا پر از دردسر بشه و زباله بیاد داخلش و این اتفاق بیفته، باید از مشکلاتش میگفتن. واقعا دیدی همیشه همین جوریه. یعنی اول یه چیزی رو کشف میکنن، بعد با یا اختراعش میکنن، بعد میگن همش خوبه، از خوبیاش میگن، و بعد از اینکه بهش عادت کردیم و استفاده کردیم و دیگه جایگزین نداریم میگن که چقدر بد بوده. تازه اونها میرن تحقیق میکنن و از بدیاش میگن و اون بهبه و چهچه ها همه خراب میشه. خب به خاطر فروش دیگه. مسئله وقتی تجاری میشه حرفی از تحقیق نمیزنن. همین پلاستیک که الان مدت هاست دارن از بدیاش میگن همیشه یه بازار پرسود داشته، برای اینکه پلاستیک واقعا سهم مهمی توی زندگی امروزیمون داره. نمیشه تأثیرش رو روی بهداشت و لوازم یه بار مصرف پزشکی، آزمایشگاهی، حتی بسته‌بندی های مواد غذایی و خیلی چیزهای دیگر رو انکارش کنیم. اصلا تو خودت بدون پلاستیک میتونی زندگی کنی؟
فکر نمی کنم اصلا بشه یه همچین کاری کرد. الان زندگی بدون پلاستیک برای من غیر قابل تصوره. من میگم هیچ چیزی 100% بد یا خوب نیست، فقط باید بتونیم بین خوبی های پلاستیک و بدی هاشو اینطور داستانا به یه تعادلی برسیم. در مورد همه چیز باید این کار بکنیم، در مورد پلاستیک هم همینطوره. تا جایی ممکن جوری ازش استفاده کنیم که باعث بهتر شدن شرایط و زندگی بشه. بله، حالا دیگه ملیکای عزیز رو داریم و داستان داغ گیشه ها. بله، دوباره آخر هفته است و ببینیم چه خبر بوده تو این گیشه های سینما. منم سلام میکنم و خیلی خوشحالم که برگشتی. ولی خب اولین فیلمی که میخوام بهتون معرفی کنم فیلم هتل هستش که همچنان داره در صدر جدول میتازونه. مسعود عطیایی که معمولا به ساخت فیلم های پرفروش معروف هستش، این روزها هم با هتل در صدر لیست گیشه سینمای ایران قرار داره. هتل به کارگردانی عطیایی و نویسندگی امیر برادران و تهیه کنندگی محمد شایسته اکران خودش رو از 5 مهر ماه آغاز کرده و در 4 روز اول انتشارش حدود 5 میلیارد تومان فروش داشته و به صدر جدول فروش هفتگی سینمای ایران رسیده و در ماه اول اکران خودش هم تونسته بیش از 80 میلیارد تومان فروش داشته باشه و رکورد بیشترین تماشاگر فیلم سینمایی در یک روز رو بشکونه. این فیلم در یک هفته اخیر که گذشت در صدر جدول بود و به رقم 152 میلیارد تونست دست پیدا کنه. سینمای ویلای ساحلی 14 کار سینمایی کیانوش عیاری هست که نویسندگی اون رو به عهده داشته و رضا رخشان هم تهیه کننده این کار بوده که شروع طوفانی رو در گیشه داشت و در طی 4 روز ابتدایی آغاز اکران خودش با استقبال مخاطبان سینما روبرو شد. این فیلم ثبت رقم 47 میلیارد رو به خودش اختصاص داده و در رده دوم قرار گرفته. این فیلم در خصوص خانواده روستایی هستش که به عنوان سرایدار قرار هست برای 6 ماه از یک ویلا نگهداری کنند. صاحب ویلا قرار هست که برای دانشگاه رفتن دخترش 6 ماه رو در خارج از ایران زندگی کنه و ویلا رو در این فیلم هم بازیگرانی همچون رضا عطاران، پژمان جمشیدی و ریما رامینفر ایفای نقش میکنن. کلاس‌هاتون رو میتونم من ببینم؟ دختر یه اتاق باشم، پسر یه اتاق؟ حله؟ برو بابا چی نه؟ برو خودم میگم. از این به بعد هر زن و مردی، دختر، پسر کلاس‌هاش رو میبینین محرم نبودن، پاشون رو تو این ویلا نمیذارن. خطبه‌شون رو خوندی؟ خواستگار نه. حرفش این فرخ که داری آبروی منو میبری. ویلای ساحلی، اثری متفاوت از کیانوش عیاری. فیلم سینمایی فسیل هم که سومین اثر کارنامه کریم امینی هست، همچنین با جذب بیش از 6,678,000 مخاطب پربیننده ترین فیلم تاریخ سینمای ایران در سال اول اکرانش و پربیننده ترین فیلم تاریخ سینمای ایران در سال اول و همینطور پرمخاطب ترین فیلم کمدی بعد از انقلاب شده. کریمی علاوه بر کارگردانی، نویسندگی این فیلم رو هم بر عهده داشته و تهیه کنندگی این اثر رو هم نیز سید ابراهیم آمریان انجام داده. این فیلم از اسفند ماه 1401 بر پرده نقره‌ای قرار گرفته. تصمیماتی هم مبنی بر پایان دادن به اکران این فیلم گرفته شده بود که یادداشت‌های آمریان و دفاعش از این اثر رو نیز به همراه داشته. در یک هفته اخیر این فیلم فروش خودش رو به رقم 31 میلیارد رسونده. بهرام افشاری در فسیل، همکنون در سینماهای سراسر کشور. فیلم سینمایی بچه زرنگ یک انیمیشن سینمایی در ژانر ماجراجویی به تهیه کنندگی حامد جعفری هست. این پویانمایی در بخش سودای سیمرغ در 41 جشنواره فیلم فجر حضور داشته و اکران خودش رو از تاریخ 5 مهر ماه آغاز کرده. این انیمیشن هفته گذشته در گیشه به رقم 26 میلیارد تونست دست پیدا کنه. خیلی آرزو دارم به جهان کمک کنم، اما کمک به جهان شوخی بردار نیست. این چه کارت تمومه؟ بچه زرنگ اینجا چرا داد میزنی داداش؟ همه رو خبر کردی؟ مثلا اومدی به من کمک کنی؟ شروع یک ماجرای پیچیده برای بچه زرنگ. شما بندر عتی چاله درآوردی انداختی تو چاه، اونجا 4 تا شکارچی دنبالم بودن، اینجا یه شهر دنبالم.
رفتم رو فضا ما بزن بریم تو دل ماجراها. یه ماجرا سواری رو ندیم. سفر یه پسر بچه یه عشق قهرمان بازی به قلب جنگل. منقرض بشم بهتر از اینی که با تو بیام شهر. بچه زرنگ. خب یه سری هم بزنیم به گیشه های آمریکا و ببینیم اونجا چه خبر بوده. پرفروش‌ترین فیلم این هفته که در رده اول گیشه هم هست فیلم رنسانس، فیلمی از بیانسه یا همون رنسانس ا فیلم بای بیانسه قرار داره. این فیلم افتتاحیه داخلی 22 میلیون دلاری رو در سینماهای آمریکای شمالی ثبت کرد. البته بگم که این فروش برای یک فیلم کنسرت در اولین هفته دسامبر اکران واقعا تحسین برانگیز هستش و با آخرین سامورایی تام کروز قابل مقایسه شده که در سال 2003 بیش از 24 میلیون دلار فروش داشته. در این هفته 900 هزار مخاطب این فیلم رو در سالن‌های سینما دیدن و تا این هفته با فروش کلی 25 میلیون دلار در رتبه اول قرار داره. I have nothing to prove to anyone at this point. We are creating our own world. This is my reward. Nobody can take that away from me. Thank God you report. We're doing good. We're going to leave what I just did. و افتتاحیه 44 میلیون دلاری هم برای فیلم هانگر گیمز The Ballad of Songbirds and Snakes. در هفته دوم فیلم پیش درآمد هانگر گیمز یا همون تصنیف مرغان آواز خوان و مارها افتتاحیه داخلیش به 44 میلیون دلار و افتتاحیه جهانیش هم به 99 میلیون دلار تونست برسه. برای این فیلم فروش بیش از 50 میلیون دلاری پیش بینی میشه. تا آخر این هفته هم فروش کلی این فیلم تا 126 میلیون دلار رسیده. What are the Hunger Games for? Are you coming to the tree? The Hunger Games, they're to punish the districts. Those tributes don't have a choice. Your role is to turn these children into spectacles, not survivors. We're live! Smile. It's why we have teeth. Imagine it was your name that they pulled. Strange things didn't happen here. I just want to know that somebody still cared about me. That I was still of value. Welcome to the Capitol. You look like you shouldn't be here. I shouldn't, but I'm your mentor. A rebel. I am gonna get you out of here. You want to protect people. And it's essential to accept what human beings are and what it takes to control them. Let's see you use that famous snow charm. در رده سوم هم فیلم گودزیلا منهای یک یا همون گودزیلا ماینس وان قرار داره. داستان این فیلم در اواخر دهه 1940 قرار داده شده. وقتی که گودزیلا به ژاپن پس از شکست در جنگ جهانی دوم کمک میکنه. در بیانیه تو هم اومده پس از جنگ وضعیت اقتصادی ژاپن به صفر تقلیل پیدا کرده بود. گودزیلا ظاهر میشه و کشور رو در حالت منفی قوطه‌ور میسازه. این فیلم هم در این هفته فروشش به 19 میلیون تونسته دست پیدا کنه. ただ火の海になるのは見たくない戦争が終わってないんです本土の戦いは未来を生きるための戦いなんです ゴジラマイナスワン。خب اینم از پرفروش‌ترین فیلم‌های گیشه ایران و جهان. تا هفته دیگه ببینیم چه خبر. خیلی هم عالی، دستای درد نکنه، گیشه داغی بود. مرسی، ممنون. میخوایم براتون یه داستانی رو تعریف کنیم که یکم دردناکه اما
واقعی و قصه غم انگیز یه زنه. موضوع برمیگرده به 60 سال پیش که یه دختر ژاپنی 16 ساله بی پناه به اسم ایزیکا قربانی یه تصمیم شده و همین باعث میشه که احساس کنه زندگیشو ازش دزدیدن. داستان از این قراره که اون موقع پزشکا برای ایزیکا تشخیص ناتوانی ذهنی دادن و اومدن لوله‌های فلوپ دختر بیچاره رو بستن که بعدم هرچی تلاش کرده بیفایده بوده و دیگه باز نشده متاسفانه. ماجرا بعد ماجرا در حقیقت اینجاست که دولت این کارو کرده و فقط ایزیکا نبوده، تو همون سالها 16500 نفر دیگر رو هم همینطور بیچاره کردن. مجلس ژاپن چند وقت پیش توی یه گزارش یک دفعه این اتفاق وحشتناک رو فاش کرده. داستان اینه که سالها پیش یه عالم آدم بدون رضایت خودشون یا بدون اینکه اصلا اطلاعی داشته باشن به زور دولت عقیم شدن. واقعا میدونی وحشتناکه اینجاست که حتی بچه‌های زیر 9 سال هم توی این لیست چند هزار نفری بودن و به اونا هم رحم نشده. خیلی از اونا سالها دنبال شکایت و گرفتن حقشون بودن، اما دادگاه‌ها تو همه اون سالها غیرعلنی برگزار شده. توی این بین مردم ژاپن هم از همه جا بیخبر بودن، اما یه دفعه که بعد از سالها بیخبری این موضوع فاش میشه و مردم میفهمن که چه اتفاقی افتاده در حقیقت، هم از عقیم سازی ناراحت شدن هم پنهون موندن این موضوع خیلی خیلی عصبانیشون کرده. بریم ببینیم که داستان دقیقا از چه قرار بود. بین سالهای 1948 تا 1996 حدود 16500 نفر بدون رضایت عقیم شدند. 8000 نفر هم با رضایت اجباری تن دادن به عمل جراحی عقیم سازی. اون موقع گفته بودن هدف این کار اصلاح نژاده. بیشتر قربانی ها زن بودن، البته توشون مرد هم زیاد بوده. بین اونها 60000 نفر به خاطر بیماری های ارثی مجبور به سقط چنی شدند. این کار دردناک و غیر قابل باور تا مدت ها پنهان بود. اما بعد از علنی شدن، دبیر ارشد کابینه ژاپن گفت دولت از قربانی هایی که رنج عقیم سازی اجباری را تحمل کردند صادقانه عذرخواهی میکنه. سال 2019 نماینده های مجلس قانونی تصویب کردند که به هر کدام از قربانی ها غرامت 22800 دلاری پیشنهاد میکرد. ولی اونها فکر میکنن این مبلغ اصلا با درد و رنجی که تحمل کردند همخونی نداره. با این حال 1049 نفر این مبلغ رو گرفتن. حالا یه قانونی اون زمان اومده بوده که به مقامات اجازه میداده کسایی که اختلالات روانی دارن، مشکلات ارثی داشتن و اینا، بتونن به اونا اجازه بدن که عقیم سازی رو انجامش بدن. در میدونی چی عجیبه؟ عجیب اینه که این قانون تا دهه 90 میلادی هنوز توی ژاپن لغو نشده بوده. عجیبتر اینه که فقط ژاپن نبوده، که توی آلمان و سوئد و کشورهای این شکلی هم این قانون بوده و اجرا میشده در حقیقت. آره، ولی آلمان و سوئد خیلی زود وقتی که این قانون رو لغو کردن اومدن از قربانی و عذرخواهی کردن و بهشون غرامت دادن. بعدش هم خیلی زودتر از ژاپن این قانون لغو شده. حداقل این عذرخواهی رو کردم، ولی به هر حال بوده. حتی تصورش هم مشکله که این آدما و خانواده هاشون تا امروز چه روزای تاریک و سختی رو گذروندن. واقعا خیلی حس بدیه، مخصوصا برای خانم. در واقع فکر اینو بکنید که زندگی هاشون به خاطر تصمیم بقیه نابود شده، سالها عذاب کشیدن. از اون بدتر اینه که کسی هم صداشون رو نشنیده. بله، یکی از اونا گفته بوده که من و بقیه قربانی ها داریم واقعا پیر میشیم و بعضی همون در حال مردنیم. یعنی حتی ما بخوایم جسمیش هم در نظر نگیریم، زمانش هم در نظر نگیریم، روحشون واقعا مرده. نباید اجازه بدیم آسیبی که بهمون زده شده تو تاریکی پنهون بمونه و باید نشونش بدیم. این چیزیه که اونا خواستن. خب بریم یه استراحت کوتاهی داشته باشیم، با بخش دوم برمیگردیم. خوشتون. نباشین، استراحت کوتاهی داشتیم. بریم سراغ بخش دوم و خبر جذاب این بخش. دقت کردین که
داستانای علمی تخیلی قدیمی یکی یکی دارن واقعی میشن. ما آدم روی زمین و تو خشکی زندگی میکنیم، ولی هم رفتن زیر اقیانوس ها رو تجربه کردیم، هم رفتن به فضا. خیلی خوبه، اما واقعا ته مرز ما کجاست؟ کجا متوقف میشیم و وای میسیم؟ شاید بتونیم تو یکی از سیاره‌های دیگه زندگی کنیم، ایشون حتما این کارو میکنه. اما میشه یه موقعی توی آب زندگی کنیم یا نه؟ جوابش مثبته. حالا یه خبر هیجان انگیز اینه که زندگی آدم ها زیر آب و توی ایستگاه‌های زیردریایی ممکنه از سال 2027 اتفاق بیفته. زمزمه هاش اومده از الان. اگه برنامه قبلی رو دیده باشین 2023 قرار بود ایشون بره ما. فکر میکنم 27 بره زیر دریا، یه 3 سال اونجا بگذرونه، بعد 2030 بره ما. سفر خلاص زیر آب و بالای فضا. شرکت دیپ که به عنوان شرکت فناوری انگلیسیه گفته که داره یک شرایطی رو فراهم میکنه که آدم ها بتونن توی قسمت‌های عمیق اقیانوس راحت زندگی کنن. در واقع میخوان با درست کردن ایستگاه‌های زیردریایی تو عمق 200 متری دریا کاری کنن که محققا بتونن زمان طولانی زیر آب بمونن. اما یکی از هدف‌هاشون هم زندگی آدم‌های معمولی زیر آب توی آینده است که چقدر جذابه. اونا میگن که ما باید از اقیانوس‌ها حفاظت کنیم و برای این کار باید اول اونجا رو دوست داشته باشیم و بشناسیمش. دقیقاً، خیلی مهمه، چون اقیانوس‌ها روی آب و هوا و زندگی ما تأثیر می‌ذاره و تا الان خیلی ناشناخته موندن و مرموز. پس اول میریم اقیانوس، بعد میریم ما. سیستم تحقیقات دیپ یه ایستگاه زیر آب با دسترسی مستقیم به اقیانوس که سویت‌های شخصی با دوش و سرویس‌های بهداشتی داره. امکانات دیگه هم هست، مثلا فضاهای کاری قابل تنظیم و همینطور سالن‌های اجتماعات و اتاق‌های مشترک برای جلسات و غذاخوری. هدف دیپ اینه که سیستمی رو کف اقیانوس درست کنه تا دانشمندا و محققا این امکان رو داشته باشن که مدت طولانی‌تری زیر آب بمونن. اونها زیستگاهی درست می‌کنن به اسم سنتینل. پروژه دیپ هدفش رو آبزی کردن انسان‌ها اعلام کرده. زیستگاهشون قراره توی سواحل جنوب غربی بریتانیا نصب بشه و ویلز یکی از مکان‌های احتمالیه. مقصدشون عمق تقریبا 200 متریه. شرکت دیپ گفته زیستگاهشون توی عمیق‌ترین نقطه‌ای که نور خورشید به اونجا میرسه و احتمال میدن که 90% از حیات دریایی توی اون مناطق باشه. خب داستان میدونی چیه؟ اونا امیدوارن که بتونن زندگی دائمی آدم رو زیر اقیانوس ها از سال 2027 تضمین کنن. البته برای رسیدن به اونجا موانعی هم هستش که باید اول اونا رو از سر راهمون برداریم. مثلا اول باید از این موضوع که اون زیستگاه بتونه توی فشار زیاد و تو عمق خیلی زیاد ثابت بمونه اطمینان پیدا کنیم و بعد اینکه بتونیم اکسیژن و نیرویی که اونجا لازم هست رو و به اندازه کافی در واقع لازم هست رو تامین کنیم. میگم البته درسته دانشمندا با این سیستم امکان موندن بیشتری رو زیر آب دارن فراهم میکنن، اما این زیستگاه ها به هر حال توی یکی از پرچالش ترین محیط های کره زمین هست. اتفاقا خیلی هم خوبه که یه دانشمند باشی، هم اونجا زندگی کنی، هم اونجا تحقیقات رو انجام بدی، هم با دوستای دانشمندت اونجا بری خوش بگذرونی. دیگه چی میخواد؟ همه اینا هست، حوصله‌شون هم سر نمیره. حتی میتونن اونجا برن مافیا بازی هم بکنن. آره خوش بگذرونن و استراحت کنن. بعضی‌ها خیلی خوبه. تحقیقاتشون رو بکنن، کارشون رو انجام بدن. فعلا که شرکت دیپ گفته الان دارن با سرمایه‌گذارها و شرکا ببخشید مذاکره میکنن تا بتونن پروژه رو کاملش کنن. فعلا در حد مشورت کردن. حالا که در مورد زندگی زیر آب صحبت کردیم، بریم باله زیر آب یا حرکات موزون زیر آب رو هم با هم ببینیم. چقدر زیباست. بریم با هم دیگه ببینیم. اگه شما هم جزو افرادی هستین که با آب میونه خوبی دارین و بهتون آرامش میده، احتمالاً شنا کردن رو هم دوست داریم. شنا یه ورزش دوست داشتنی و آرام بخشه
و جالبتر و جذابتر همیشه وقتی حالت نمایشی و رقص به خودش میگیره و تبدیل میشه به شنای موزون. وقتی که راجع به شنای موزون یا سینکرونایز حرف میزنیم، اولین چیزی که به ذهنمون میاد یه هماهنگی بی‌نظیره. در واقع ما تحت تأثیر ظرافت، چابکی، طراحی و قدرت شناگرهای این ورزش قرار میگیریم. سینکرونایز یه نوع شنای نمایشیه که در اون یک یا چند شناگر با همراهی موسیقی حرکت میکنن. بیاین تصور کنین که موقع انجام یک سری حرکات تکنیکی زیر آب مجبور باشین هر بار نفستون رو برای چند دقیقه حبس کنین و در عین حال سعی کنین زیبا به نظر برسین و به موسیقی پایبند باشین و با بقیه هماهنگ. البته وقتی به سطح آب میاین هم باید در برابر میل زیاد به نفس کشیدن و بلعیدن هوا مقاومت کنین. تازه باید دائما یه لبخند زیبا روی لبتون داشته باشین تا به نظر برسه که کل پروسه نمایش بدون زحمت انجام میشه. هم خیلی جالبه و هم خیلی سخته، ولی واقعا زیباست و چشم نواز. به خاطر شباهت این رشته ورزشی به رقص، گاهی اوقات به اون باله در آب هم میگن. شنای سینکرونایز کلن مجموعه ای از حرکات ورزشیه. در واقع شنای آرتیستیک یا نمایشی نام رسمی اون چیزیه که اغلب ازش به عنوان شنای سینکرونایز یاد میشه. توی این رشته ورزشی تکنیک، هماهنگی، رقص، هنر و قدرت اجرا با هم ترکیب شده. شنای موزون چالش برانگیزه، چون همون جور که گفتم علاوه بر این که به توانایی وارونه موندن در آب نیاز دارین، باید بتونین یک سری حرکات رو به صورت هماهنگ و بی‌نقص توی آب به راحتی اجرا کنین. در واقع به همون اندازه که تماشای این شنا زیباست، تمرین کردنش سخته. حتی یک شناگر حرفه‌ای برای ورود به این رشته ورزشی به مهارت‌های پیشرفته در آب، قدرت، انعطاف پذیری، استقامت، ظرافت، زمانبندی دقیق، هنرمندی و کنترل نفس نیاز داره. به عنوان ترکیبی از شنا، رقص و ژیمناستیک، شنای موزون انواع مختلفی از فعالیت‌ها رو ارائه میده. چه بخواین قدرت و انعطاف پذیری اصلیتون رو بهبود بدین، یا بخواین راه‌های خلاقانه‌ای برای رقص و ورزش پیدا کنین، یا فقط راه جدیدی رو برای تفریح توی آب امتحان کنی، این یک راه عالی برای حفظ تناسب اندام و فقط برای خانوم ها نیست. فواید شنای سینکرونایز برای سلامتی. 1. انعطاف پذیری بدن توی این ورزش بعد از ژیمناستیک در رتبه دوم قرار داره. 2. افزایش ظرفیت حوازی و افزایش ظرفیت ریه میتونه به بیماری‌های ریوی مثل آسم کمک کنه. 3. افزایش استقامت. 4. افزایش قدرت عضلانی. 5. کار کردن مغز. و 6. افزایش اعتماد به نفس و مهارت‌های کار تیمی. با شنای موزون خوش اندام بمونین و عضله بسازین. ظرفیت‌های قلبی و تنفسی خودتون رو تمرین بدین و حتی گردش خون بدنتون رو تنظیم کنین. مصرف کالری. البته میزان مصرف کالری به وزن شما بستگی داره، اما با این ورزش حداقل 400 کالری در ساعت می‌سوزونین. به طور کلی دسته‌بندی رقابتی متنوعی توی شنای سینکرونایز وجود داره، مثل انفرادی، دو نفره، سه نفره، تیمی و ترکیبی. شناگرها توی مسابقات انفرادی، دو نفره یا تیمی چند حرکت نمایشی اصلی رو همراه با چند حرکت به انتخاب خودشون انجام میدن. شناگرهای این رشته ورزشی توی بازی‌های المپیک و رقابت‌های جهانی توسط دو هیئت داوری 5 نفره در مورد اجرا و سبک، هم از نظر حرکات انفرادی و هم از نظر هماهنگی حرکات با موسیقی امتیاز می‌گیرن. توی مسابقات المپیک و قهرمانی جهان این رشته ورزشی تحت سلطه بانوان و اونها حرف اولو می‌زنن، اما توی بقیه مسابقات ملی و بین‌المللی مردان هم می‌تونن شرکت کنن. هنوز کنار استخر میشینین؟ وقتشه که حرکت کنین.
خیلی از آدما دوست دارن برن توی مناطق سرسبز زندگی کنن، یعنی که شهرشون یا جا دیگه است و اصلا پا میشن میرن یه شهر دیگه که خوش آب و هواست و اونجا میمونن. خیلی هم میرن خارج از شهر که سرسبزی بیشتری داشته باشه. به به، چقدر هم لذت بخشه. اونایی هم که خودشون تو اصل داستان هستن و شهرشون سرسبز و خوش آب و هواست، دیگه از زیبایی‌ها کیف میکنن و لذت حسابی میبرن. البته اگر ترجیح ندن که برن توی شهر شلوغ و پر دود و دم. تازگی‌ها یه تحقیقی انجام شده و فهمیدن که سلول کسایی که در مناطق سرسبز زندگی میکنه خیلی دیرتر پیر میشه. البته که همچین چیزی میتونه باشه. قبلا هم به این نتیجه رسیده بودن که فعالیت و روابط اجتماعی توی فضاهای سبز زیادتر میشه. خب اینا هم که هر دو باعث سلامتی بیشتر میشن. بعد هم محله های پردرخت خنک‌ترن و آلودگی هوای کمتری دارن. این خودش بازی مضاعف بر سلامتی اثرگذاره و تاثیر داره. اصلا مناطق سرسبز در واقع سلامت شما رو تضمین میکنه. مثلا آدمایی که توی این مناطق زندگی میکنن استرسشون کمتره، بیماریای قلبی عروقی توی این آدما کمتر دیده میشه و معلوم شده که سرعت پیر شدن سلول‌ها توی این نوع افراد خیلی کمتره. ولی واسه اینکه بهتر بفهمیم موضوع چیه، اول بهتره با تلومرها آشنا بشیم و بفهمیم که چی هستن. پس بریم آشنا شیم. تلومرها ساختارهایی هستند که انتهای 46 کروموزوم هر سلول قرار دارند. اونها مثل اون کلاهک یا قسمت پلاستیکی روی بند کفش هستن که جلوی باز شدن DNA رو میگیرن. هرچقدر تلومرهای یه سلول طولانی تر باشه، تعداد دفعات تکثیر اون بیشتر میشه. گذشت زمان باعث کوتاه شدن تلومرها میشه، سلولها به نقطه‌ای میرسن که دیگه نمیتونن تقسیم بشن و در نتیجه مرگ سلولی پیش میاد. یکی از دلایل پیری همین فراینده، کوتاه شدن تلومرهای سلول‌ها. اینکه ما کجا زندگی می‌کنیم، چقدر ورزش می‌کنیم و چه می‌خوریم، همه اینها روی بلندی و کوتاهی تلومرها تأثیر می‌ذاره. تلومرهای طولانی‌تر محافظ‌ترن و از روند پیری جلوگیری می‌کنن. توی این تحقیق معلوم شده که اگر توی یک محله فضای سبز 5% بیشتر بشه، روند پیری سلول‌ها 1% کمتر میشه. به غیر از اینها قبلا مشخص شده بود که توی محیط سرسبز تمایل آدم‌ها به مصرف غذاهای ناسالم، الکل و سیگار کمتر میشه. بله، به خاطر همون هوای پاکیزه است و اون اکسیژنی که در حقیقت برقراره. فقط توی یه مورد فضای سبز تاثیر کمی روی طول تلومرها داشته. یعنی وقتی که شرکت کننده ها توی مناطق کم درآمد یا جدا از هم زندگی می‌کردن این اتفاق افتاده. مشکل که یکی دوتا نیست، یعنی سرسبزی بوده ولی بیپولی هم داشت بوده و اون فضای سبز نتونسته جلوی پیر شدن اون سلولا رو بگیره. آره، اونجوری خودشون طبیعتاً خیلی سریع پیر شدن. دقیقاً احتمالاً بافت محله و آلودگی و خیلی موارد دیگه ممکنه تمام فایده هایی رو که ما از فضای سبز برای سلامتی بیشتر لازم داریم از بین ببره، مخصوصاً بیپولی. یعنی زهر مورد میشه فضای سبز. ولی یه سبزی هست که بهش میگن دلار. سبز رو داشته باشین همه جا عالی میشه. توی اون فضای سبز با اون سبز دیگه تمومه. بریم سراغ بخش آخریم. بریم سراغ لیلیون. وقتی ما ازتون خداحافظی کردیم البته، ولی برنامه ادامه داره. ما خداحافظی میکنیم ولی لیلیون با صدای قشنگش ادامه داره. بله. راه های ارتباطیمون از طریق تلگرام و اینستاگرام میتونید با ما در ارتباط باشید و یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و برنامه رو میتونید از اونجا هم تماشا کنید. همراه هم بریم سراغ لیلیون. خدا نگهدار. Shame my life, take me for what I am. 'Cause I never change my colors for you. Take my love, I never ask for too much. Just all that you are and everything that you do. Ooh. I don't
really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again, this passion inside. I can't run from myself, there's nowhere to hide. Don't make me cry.